سلام علیکم. خسته نباشید. بفرمایید. اتفاقی افتاده؟ نگران نباشید، از دستتان نیستید. بگید لطفا همکارتون از پایین بیان بالا. آقا شما بیاید. بیا بالا. بفرمایید. آقا در رو ببست. بله آقا، چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ مدیر عامل کی هستن؟ هستن آقای دکتر سامبک. لطفا بگید تشریف بیارن. بله. آقای منشی، چه خبره؟ بفرمایید. امری دارید؟ شما آقای دکتر امیرعلی سماواتی هستین؟ بله، خودم هستم. طبق این حکم اینجا باید بلافاصله تخلیه بشه، شما هم باید همراه من تشریف بیارید. به چه جوری؟ احتمالاً پولشویی. اونجا کامل براتون توضیح میدم. دوستان، آدرس درست اومدین؟ اینجا یه شرکت تحقیقاتی دارویی، مسئله مالیش هم کاملاً روشنه. پولشویی دیگه چی؟ آقای دکتر، لطفاً با آرامش همراه ما تشریف بیارید. تمام اعضای اصلی شرکت هم باید با ما بیان. ما تمام مدارک و کیسا و هارتا رو هم با خودمون میبریم. لطفاً همگی گوشیاشون خاموش باشه. وگرنه مجبور میشم به همه دستم بزنم. خیلی سلام اتاقا. اجازه بدیم من با تلفن بزنم. با ما تشریف بیارید اونجا تلفن هست. آقای دکتر، من میدونم تحقیقاتی که شما دارید انجام میدید حائز اهمیت. لطفاً مدارک و هارت و کیس رو بذارید داخل ماشین کارتون و دوباره رو بیارید.
عجب بابا عجب. چی اینا؟ برای چی باید منو بیان بگیرن؟ این چه ماشینیه ما دنبالش افتادیم؟ کجا داری میری مثلا؟ امیرعلی بابا هم قضیه چیه؟ بود که اونجا بودی از ما میپرسی؟ یعنی چی؟ فهمم. چهار نفر آدم بیان دستبند به من بزنن بیافتیم دنبالشون ببینیم کجا میریم. چی هم این دستشون؟ همه چی دستشون؟ آره چون بود؟ کجا قراره بریم؟ من نمیدونم باعث مرده میشه یعنی خون میرم نمیفهم. آره آره دیگه بزن من کون میره اصلا اینو مشکوک هنه. آره خیلی کجا دارن میرن اصلا برو 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 دیگه امیران برو جبوسو بگی دیگه برو 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 کجا را اخونا وری رفتن امیر علی گم میگم برو امیر علی بیا گم شدن الان چیکار کنیم دقیقه واسه میبینم اصلا کجاییم ما ببین اینجا این اطراف دوتا خیابون پایین تر یه دونه دادگستری هست بیا بریم اینجا ببینیم چه کنیم بریم خسته نباشی سرکار چی شد؟ امان کردم الان میان میبرتون داخل. ممنون خیلی ممنون. خواهش میکنم. چه گرفتاری شدی؟ ببین جناب سروان یه سری از همکارای شما اومدن ریختن تو دفتر ما حکم به ما نشون دادن گفتن بازداشتین بعد ما هر چی داشتیم و نداشتیم گفتن جمع کنین با ماشین دنبال ما بیاین با ماشین دنبالشون راه افتادیم یه جا ما گمشون کردیم هیچی این شد ماجرای ما که الان با دستبند خدمت شما این یعنی از شما خواستن که با ماشین خودتون بیاین اینجا؟ بله دیگه عرض کردم یعنی این آقای قاضی رفیعی که پای حکم شما رو امضا کرده چون دو هفته است که بیمارستان بستریه قسمت آی سی ام بستریه عمل قلب کرده اصلا نمیتونه این حکم امضا کرده باشه این حکم کی امضا کرده؟ ببخشید اومدن اعصاب ما رو خراب کردن زندگی ما رو به هم ریختن بعد تازه شما الان میفرمایید حکم کی امضا کرده ما از کجا بدونیم کی امضا کرده خیرستران ما نخبه های مملکت آقا اصلا این کاری که ما داریم میکنیم یه پروژه ملیه قراره خیرش به همه مملکت برسه یه لحظه اجازه بدیم الان شما شغلتون چیه چی کار میکنید ما در زمینه بیماران پروانه ای کار میکنیم چیزی ازتون ندوزیدن؟ دوزدی؟ نه فکر نمی کنم ما خودمون همه چی رو جمع کردیم آفرین یه مش تحقیق هم بود که اصلا فکر نمی کنم به درد کسی بخوره شما مطمئنی که اینو به درد کسی نمی خوره؟ بچه با دقت بگرمی چون جا به جا نشده بخوره چی بینه بردار؟ چی بینه بردار؟ بله آردا چرا یکیش نی؟ چی؟ کدومش؟ اف ای آره اس اف بی کو مطمئنی گذاشتی اون داخل؟ خودم گذاشتم بگه اونو بگه شما دست زدین؟ تو بده همه خواستی دوش بده تمام اطلاعاتون اون آردا بریز بیرون بریز بیرون ای بابا دست نزدین شما؟ سلام قربان وقتتون بخیر خسته نباشید قربان یه مورد ویژه پیش اومده اگه اجازه بدین توضیح بدم خدمتتون بله بله
فقط اونو بردم؟ حال متاسفانه همه تحقیقاتمون اطلاعاتمونم اون تو بود. چرا این دوتا رو نبردن؟ ببینید ملاحظه بفرمایید اون همه برچسب دارن روش. اونم روشی برچسب بود که نوشته بود هارد مادر. لابود اونو خوندم برداشتم. این کیس در تمام طول این مدت همراه شما بود؟ بله همیشه. همیشه خودم ازش مواظبت میکنم. میبرم میارم. من تو شرکت اینو نمیذارم. اصلا نمیدونم کی اینو برداشتن. نمیتونم بفهمم. بله البته حرفه‌ای بودم. اینم خوب درست کردم. طبیعیه بعد از نشون دادن برگه ابلاغیه تمام پولشویی شما هم شوکه شد باشون همکاری کردین. فقط میخوام بدونم که اهمیت این تحقیقات چقدر بوده که یه همچین طراحی پیچیده‌ای واسه این سرقت کردن. راستش واقعیت اینه که کار ما تحقیقات در زمینه بیماران پروانه، یعنی برای درمان اونها کار میکنیم. نتایج خیلی خیلی خوبی هم گرفته بودیم. شما دیگه خودتون میدونین با این وضعیت گرونی و تحریم ها و اینا چقدر دارو برای مملکت ما مهمه، خصوصا بیماران پروانه. بله متوجه اهمیت موضوع هستم که در خدمت شماییم. خدمت از ماست. من همکارم تمام تلاش رو میکنیم که تحقیقات شما رو زودتر به شما برگردونیم. فقط من با کنجکاوی میپرسم شما هیچ بکاپی ندارید از تحقیقاتون؟ نه متاسفم، به همون دلیل امنیتی عرض میکنم. همون یک نسخه رو ما داشتیم. وقتی داشتم صحبت میکردم با یه سری شرکت ها راجع به امنیت شبکه که یه همچین اتفاق افتاد. این تحقیقات به درد کیا میخوره؟ والا این تحقیقات به درد شرکت های داروسازی میخوره، به درد متاسفانه دلال های دارو میخوره که بخوان آشنا باشن برای بفروشن اینا، به درد کسی دیگه بعید میدونم. ارزش ریالیش چقدره؟ بفرمایید ارزش دلاریش خیلی بالا. ارزش کردم جای خوبی رسیده بود. ممکنه کاری که از همکارتون باشه؟ آرام. نه بعید میدونم. اینا اولا نخبه های مملکت هم من بهشون اطمینان دارم. بعد ما با هم سال ها همکاری میکنیم. توی مدت کسی مشکوک نشدید؟ اتفاقی نیفتاد براتون؟ تلفن ناشناسی، پیامکی، چیزی؟ منظور تو محیط کار؟ فرق نمیکنه، شاید زندگی شخصیتون. والا تو زندگی شخصیم واسه چیم موردی هستی ما داریم به هم ریخته ذهنم، ولی اصلا فکر نمی کنم به این موضوع ربط داشته باشه. بگید شاید به حل این معما کمک کنه. بسیار خوب. والا عرض کنم خدمتتون تقریبا با شما. خدا حافظ. خدا حافظ. شمار بگیرم. منم میخوام یه لباس عروس بگیرم. دایی آرام کن آلبوم میگیری؟ آره شلوغ نکنین. ارغوان جون اومد. من توفنگم بگیریم. باشه عزیزم. کلی با
سلام علیکم، خوش اومدین، بفرمایید. نامیان؟ آره اینا میان. خوبین بچه ها؟ مرسی. زنم هست، من این دقیقه ببینم. خوب بده بیا پس. بچه ها بپوشین سریع بیاییم بیرون. سلام عزیزه دادم. سلام. خوبی؟ همه چی خوب پیش میره؟ آره خدا رو شد. اینجا زنم اون کن؟ تو آشپز خونه. من این دقیقه نارو بهش بدم بیا. عزیزه. سلام زنم. سلام قربونت برم. خسته نباشین، چه کردین؟ قربونت برم. ترشیه؟ داشتم ترشی میذاشتم. آره اینا رو گذاشتم که ببری برای مامانه کار. دست شما درد نکنه. مامانم از این غذاهای عجیب غریبش درست کرده، گفت برای شما میاد. دستش درد نکنه. همیشه منو خجالت میده. چه حرفیه نوشه جون؟ اینقدرم تو رو خدا به من نگو زنم و زنم و من دیگه مادرتم، خودت میدونی اندازه شکو برام عزیزی. زندگی امیرعلی هم که مدیون تو هم، قربونت برم، تا آخر عمرم ازت ممنونم. به خاطر اینکه اون موقعی که امیرعلی ناراحت بود، کمک هیچ کس رو قبول نمیکرد، تو کمکش کردی. به خدا تا آخر عمرم هر کاری میکنم که تو خوشحال باشی. وظیفه‌م بود زنم، اونجوری نگم خجالت بکشم. الهی فدای تو بشم، قربونت برم. کمک نمیخواد؟ آخه تو مگه نمیخوای بری لباس عروس بخری امروز؟ چرا زنم رو ببینم؟ خب دیدی دیگه، برو، منتظرت شدم. اینا رو یادت میبرم، قربونت. نه نمیرسم امروز ارغوان جان، یه زحمتی هم برات داشتم، برای محمد مهدی به سلیقه خودت یه لباس بخر، من باهات حساب میکنم. باشه حالا برو. قول دادی ها؟ آره حتما حساب کنیم. برای آر که اردز دستم سیلوگ نکنیم، سیلوگ نکنیم دیگه. بابا هم به هم عیدی داد، یه توپ حلقه‌ای. آفرین آفرین، یه دست بزنی دیگه. چی بلدی؟ آروم ها بچه ها، خوشگله. آره. من آدم اصفاق نستم. بیا کنم بیا کنم، گفتم شلوغ نکنم دیگه. آفرین این چطور؟ یک دو سه. عکس برات فرستاده بودم پایینش یه ذره نشو اینا مثلا. کلا پف بو چیزا رو نمیخوای. نه نه یه ذره وایسا. سلام کجا بودی بابا؟ دوست داری؟ خب باشه. این هم قشنگه. بخرم برای تو هم؟ این هم قشنگه. این هم قشنگه. باشه. بزرگ شدی. خب یکیشو میخرم. محمد مهدی برید با اصلا بگیریم، داریم بازی کنیم، ما کارامونو بکنیم، بعد نوبت شما باشه. باشه. آفرین دکتر گلم. سلام بیا. باری کاری. این چطور؟ خب من میتونم کمکتون کنم؟ ببخشید حالش نوشید. خوبیم؟ ببخشید مزاحم شدیم. یه مدلی داشتیم، این دالبراش خیلی، یعنی قوسش خیلی زیاد بود ولی پفش خیلی کم بود، نمیبینم اینجا. ما مدلای موجودمون داخل مجله هستن. اینی که شما فرمودین یه کمی قدیمیه، مال چند سال پیشه. داشتین خودتون ها؟ قبلن اینجا تشریف آورده بودین؟ بله بابا، مشتری خودتونی. یعنی همین لباس عروس؟ بله، 6-7 سال پیش بود. برای همسر اولشون که متاسفانه فوت شد. متاسفم، خدا رحمتشون کنه. خدا رفتگانشون. به هر حال هر کمکی از دستم بر بیاد در خدمتتون هستم. تشکر حتما، ممنونم. خب بریم بقیه رو ببینیم، ببینیم چی میپسندیم. چرا نگفته بودی لباس تنوارم از اینجا گرفتیم؟ گفته بودم. نه نگفته بودی، من یادم نیست. شاید یادم رفته، منظوری نداشتم. من تصمیم گرفتم یکی از این لباس ساده ها رو بردارم، نمیخوام لباسم شبیه بقیه باشه. خوبه؟ یه لباس درست حسابی بردار، نمیخواد ناراحتی تو اینجوری ابراز کنه، لازم نیست.
شما هم لازم نبود راجع به گذشتت اینجا حرف بزنی. بابا من حرفی نزدم، سوال کرد جواب دادم. خوبه خانوم. سلام، امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. با این نبض بازار دیگه از مجله خبری میز اقتصاد مهمون محافل گرمتون هستید. هفته گذشته پیامک‌های زیادی ازتون دریافت کردیم، مبنی بر این که نرخ دلار و سکه رو از سطح شهر و جلوی صرافی‌ها براتون اعلام کنیم. به خاطر همین امروز ما اینجا حضور داریم. همونطور که در پشت سر من مشاهده می‌کنید، نرخ دلار ملی امروز 41250 تومان، فروشش در 41200 تومان خریدش در شده و همینطور بازار یورو هم 45510 تومان فروش و 45060 تومان خریدشه که عنوان شد. چیه؟ یه جوری نگاه میکنی من الان دوباره حالم خراب شده بود؟ نه میگم تلما رو دیدم بابا، دیگه از هزار فرسخی اونو میشناسم که. باشه تمومش کن، الان نیم ساعته داری اینا رو میگی. میگم قسم میخورم تلما بود بابا، با همون مانتو رو سری دیدمش که خودم یه روز قبل غرق شدن خریدم براش. بابا خودت داری میگی یه روز قبل غرق شدن. خب الان 3 سال از اون ماجرا گذشته، یعنی بعد 3 سال با همون لباسا بود، تو با همون لباسا دیدیش؟ دیدمش، چیکار کنم؟ باشه اون آدم تلما، چرا الان امیر علی؟ چرا بعد این همه سال؟ خب منم میگم بریم همینو بفهمی. تو فکر میکنی من دیوانم واقعا؟ نه ها. تو دلت تنگ شده. من اصلا اینطور نیست. آره اینطور نیست. بیاله داغا بچه ها، پلا جای بازی کردنه، زمین بازی اون داره، خود اون نمیدی بسته بده من بده. مواظب باش. میشه لطفاً بچه ها رو ببری بالا بعدش منو برسونی خونه‌مون؟ یعنی چی؟ اینکه زشته که بریم شام میخوریم بعد میرسونم دیگه. نه من خیلی به هم ریختم، اگه اینجوری بیام بالا میفهمن. ارغوان جان من یه چیزی دیدم برای شمام تعریف کردم که شمام بدونی، نگفتم که به هم بریزی. آخه روش اصرار داری؟ باشه من میفهمم یه سری مشکلات تو گذشتت داشتی، بعد الان به هم متریخته، ممکنه تصویرسازی بکنی، هزار تا چیز دیگه، ولی دلیل این همه اصرارتو نمیفهمم. اونم به خاطر یه تصویری که واضح هم نبوده. بابا واضح بود، از نظر من واضح بود، اگه نبود که بهت نمیگفتم که. اتفاق چرا باید امروز میافتاد؟ بریم بالا با هم دیگه صحبت. بچه ها سبا بیدارشین دیگه. باشه بابا. سبا بیادش رو آفره آتیش نسوزونین، برای چی اینقدر شلوغ کردین؟ برین تو. سلام. خوشگل و سلام. سلام. چرا خسته این؟ ببخشید. آره. چیزی خریدین؟ آره. به به مبارکه، بیام کمک. مامان کجاست؟ داره نماز میخونه. چطوری؟ چیزی خوردی شام؟ آره. آرنوش جونت مسواک بعدش؟ خب قربونش برم من. کاش میذاشتی من برم خونه خودمون. نمیخوام عمو زنم منو اینجوری ببینن. کی داره نماز میخونه؟ بیا بریم بالا. بیا
بیا. خواهی فیلم رو ببینی؟ آره. بس بیاد بالا. به نام خالق یکتا ایرانیان تو سلامت بهتون هستیم. هفته گذشته میکنید نرخ دلار ملی امروز 41250 تومان فروشش و 41020 تومان خریدش در شده و همینطور بازار یورو هم 45000 جلسه برگرد و ببین جو فروش و 45000 و 40200 امروز چنید نرخ همونطور که خوبه ملی امروز 41250 تومان فروشش و 40 حالا یعنی زنی که رد شد ترماست خودشه باشه باشه منو برسون خونم یعنی چی؟ نه نمیخواد خودم میرم ارغوان ارغوان یه دقیقه وایسا فردا بیا دنبالم بریم اونجایی که گزارش گرفتن ببینیم دوربین مدار بسته دارن یا نه. برای چی؟ برای اینکه مطمئن شی. ولش کن بابا بیخیالش. ولش کن ندارم. میخوام تکلیفمون مشخص شه. فردا منتظرت. هر چی شما میگی. میگم حیوان میشه خانم سب کن خب سب کن دو حرفی دو حرفی گس گس آره میشه سگ آب باریکلا گس بله عقبا بابا من با تو احساس راحتی کردم اونو بهت گفتم دیگه کاری نداری فردا میبینمت سلام الو خوش اومدی بابا خریدارتونو کردی خیلی ارغوان سب کن ببینم میزون به نظر نمیاد ببین چی ببینم بابا تو بابا بچو چی شده بابا جان ها هیچ اصلا نمیدونم چجوری بگم امروز با امیرعلی رفتیم لباس عروس ببینیم از اتاق پرو اومدم بیرون دیدم آقا زل زده به یه گوشه مان تو محبوب بهش میگم چی شده؟ میگه از تلویزیون یه گزارشی داشت پخش میشد که تلما رو دیده از اون پشت رد شده باور میکنی؟ تلما مامان سبا؟ بله اون بعد خدا مگه مرحوم نشده؟ چرا؟ شاید به خیالش رسیده واقعی میگفتی نارو؟ کاملا واقعی بابا جون کل روز منو خراب کرد ببین دخترم تلما یه حقیقتیه که تا ته زندگی شما باهاتونه این بچه سبا هم اینو یادآوری میکنه تو هم که خودت اینو پذیرفته بودی مگه نه؟ بایی مامان چرا میخوایی بگی دیدی گفتم مگه غیر از اینه؟ نگفته بودم؟ خب بهت گفته بوده بابا جان باشه من الان ناراحتیم از خودم اینه که چرا نمیتونم خودخواه باشم من الان نمیدونم تو زندگی این آدم روان پزشکشم، نامزدشم دخترموشم با من اینجور موقع خودم به مریضام میگم چی کار کنن چی کار نکنن حالا خودم موندم دخترم، اینقدر به خودت سخت نگیر امیرعلی هنوز عزاداره یادت نیست، هرکی دیر میکرد فکر میکرد مرده نیم ساعت نمیتونست از سبا دور بمونه دوره عزاداری امیرعلی تموم شده مامان من دکترشم، اینو میدونم خیلی خوب وقتی میاد حرفاشو به تو میگه یعنی پنهانکاری نداره دیگه باید صادقه سیمی خانم به این آدم دیگه نمیگن صادق میگن سادلو نه با غیرت تمام یعنی الان شما داری به امیرعلی میگی سادلو؟ جهش ژنتیکیه فرگش که همیشه به سمت تعالی و بهتر شدن نیست
بعضی از آدم ها موفقیتشون چپکیه، درست برعکس. ببین بابا جان، از قدیم گفتن خوبی چو از حد بگذرد نادان خیال بد کنند. تعادل، شما باید تعادل داشته باشی، خوبیات هم باید تعادل داشته باشه. اصلا این دفعه که به زنگ زد شما یه نمه همچین براش ناز کن. خب بدبختین شما دو نفر ناز کردن به من یاد ندادی. ببین من برادر زادم خیلی دوست دارم، واسه همینه بهت میگم. خیلی از مردا، یعنی در واقع همه مردا، دوست دارم مشت بسته رو باز کنن. میگن باز شود دیده شود بلکه پسند دیده شود. یعنی الان شما داری به نفع امیرعلی حرف میزنی. خانم این برای همه مردا صدق میکنه، باور کنین. حالا میشه خواهش کنم به من بگین چی کار باید بکنم؟ محمد حسین یه زنگ داداشت بزن بگو با امیرعلی حرف بزنه. نه اصلا همچین کاری نباید بکنین. عمو و زنمو نباید بفهمن، اینجوری کش پیدا میکنه. حالا قرار شده فردا با امیرعلی بریم اونجایی که گزارش میگرفتن، ببینیم دوربین مدار بسته‌ای دارن، میتونیم چک کنیم ببینه خیالش راحت چه چیزی نبوده دیگه. خدا پدرتو بیاموزه، بهترین کارو میکنه بابا جون. آفر، شب بخیر. شب بخیر دخترم، شب بخیر. حالا شام خوردی؟ بله مامان جون. چرا جواب تلفن تو نمیدی بابا؟ امیرعلیه چند بار خونه رو گرفته بود، میگفت ارغوان جواب تلفن من نمیده. برای چی؟ بله بابا جون، برای اینکه عمو تو تربیت پسرش کوتاهی کرده، زحمتش افتاده پای من و شما. او چه خشه. خب عزیز من باش صحبت کن، جوابشو بده. بابا خواهش میکنم بذار این مسئله رو خودم حلش کنم. چشم، ولی امیدوارم بهترین تصمیم رو بگیریم. بله؟ بفرمایید. حالا به عنوان نامزد جواب نمیدی، حداقل به عنوان دکتر جواب بده. شما دلت برای همسرت تنگ شده، منم کاملا این موضوع رو درک میکنم. برو دنبالش بگرد. ارغوان جون چجوری بگم که من عاشقتم؟ باور کنی آدم روان پزشکش نمیگه عاشقتم. چرا دیگه خودتو اینقدر لوس میکنی؟ خودم رو لوس نمی کنم. شما روزی رو که میتونست بهترین روز زندگی من باشه رو زدی خراب کردی. طلبکارم هستی؟ شبت بخیر. Thank you.
فروشش و 41,020 تومان خریدش درج شده و همینطور بازار یورو هم 45,510 تومان فروش و 45,000 تومان. صبح بخیر، صحفه شدی. سلام. باور میکنی بعد از مدت ها دیشب چقدر راحت خوابیدم؟ رفتین لباس عروسی خریدین، خیالم راحت شد داری میری سر خونه زندگیت. خدا رو شکر در قوانم که خیلی دختر خوبیه. آره خدا رو شکر دختر خوبی. من دارم میرم دنبال شما، هم کاری داشتیم ببینیم. نمیخوای چیزی بخوری؟ خوردم یه چایی خوردم. خدا بابا. سلام علیکم. سلام. عرض اراده. آشتی؟ بهره بودم. خدا رو شکر. بفهم. چه اجازه ای رو به شما بدم؟ چرا باید این کارو بکنم؟ آقا من ارغوان سماواتی هستم، روان پزشک، کارتم خدمت شما. ایشون هم بیمارم هستن. بعد گذروندن یه دوره سخت تروما فکر میکنن همسر فوت شدهشون تو دوربین شما دیدن. خیلی کمک بزرگی به ما میکنید. ما اصلا نمیخوایم ازش کپی بگیریم، ما یه لحظه در حضور خودتون دوربینا رو چک میکنیم. کوتاه جلو خودتون ببینیم. شرمنده. یه چند لحظه اجازه. خیلی ممنون. جلو همه حتما باید من دیوونه جلوه بدی تا کار جلو بره. جلوه دادم؟ نیستیم؟ دیوانه چو دیوانه ببیند خودم برو. سلام. ببخشید. سلام. خسته نمیشه. ببخشید. مزاحمتون. خواهش میکنم. برای دیروز بود شما؟ دیروز همون تایمی که داشتن دمه در مغازتون گزارش میگرفتن، خاطرتون هست؟ ساعت 1:30 بود فکر میکنم حدودا. این هم تصویرهای دیروز ساعت 1:00 تا 1:30 به بعد. یه لحظه بنجا رو نگه دارین رو دون. یه ذره بزرگش کن. از من میپرسی؟ تصویر رو دارید؟ ببخشید این دوربین داخل هم میشه تصویرش رو ببینیم؟ بله بله حتما. با کمال روی این مژگانه که ببخشید نگه داریم؟ مژگان چی؟ همون دوستش که میخوای غرق شدن با هم بودیم؟ مطمئنم این دیگه نمیتونه تصادفی اینجا باشه. یه ذره بزرگ کنید ببخشید. خیلی ممنون آقا، با اجازه. خواهش میکنم. به سلامت. خدا نگهدارتون. آقا با دلم. آقا ببخشید. معذرت. که قضیه هر چه بفهم این چیه دیگه. آهان، یعنی این تلما زنده است. اون چیزهایی که من دیدم، اون تصویری که من دیدم، والا تلما بود. از نظر من تلما بود، زنده است. ولی تو اینقدر ماشاءالله تردید برای من درست کردی که دیگه اصلا تلمایی نمونده. یه مش پیکسل شبیه تلما. تلما. ارغوان. ارغوان. یه دقیقه بایسا. بگو بابا چرا زود بهت بر میخوره؟ خب منم گیجم، منم تردید دارم. تو شماره ای از مژگان داری؟ بله. بله که خب بهش زنگ بزن. بگو روز اونجا چی کار میکردی؟
زنگ زدم گفت واگذار شد. چیکار کنم؟ آدرس چی؟ جایی که قدیم میشستن و بلدم. خب بریم اونجا. این قضیه امروز باید مشخص شه. خب مشخص شه عزیزم، منم همینو میگم. تو آرامش خودتو حفظ کن، ناراحت نشو، مشخص شه. بفرمایید. سلام، ببخشید مزاحم شدیم. دنبال یه خانومی به نام مژگان میگردیم. مژگان کیه؟ مژگان خوجندی، قبلا هم اینجا زندگی میکردن. خیلی وقت اینجا رفتم. ما تماس گرفتیم، خطشون واگذار شده. شماره دیگه ای ازشون نداریم؟ نه آبجی. ممنون، بریم. هیچ سرنخی آدرسی که ما بتونیم بهشون دسترسی پیدا کنیم نداریم؟ آدرس ندارم آقا، خوش اومدی. ممنون، خدا ارقامون. خلاصه کل ماجرا اینی بود که خدمتتون گفتم. سرگروه این تحقیقات شما هستین؟ بله. آیه دکتر صحباتی، من سینا شاهمیری هستم، با این شماره با شما در تماسم. خیلی خوش وقتم. یا چیز دیگه به ذهنتون رسید با من تماس بگیرید؟ حتما خدمتتون زنگ بزنم. خیلی محبت کرد. سلام. چه خبر؟ کل دوربینای ساختمونو که کار انداختن. اصل انگشتارم با بانکامون تطبیق دادم. هیچ. یعنی هیچ کس شناسایی نشد. آقا من میگم کار خود دکتر صحباتیه. یه سرقت جعلی را انداخته، کل مدارکم برشته برده اون بره دنیا. داروشو میسازه، سودشو میبره تام. بعیدم نیست. گمان کنم دلم نمی تپد، مرا غمی شکنجه می دهد از این فراق، بریده شدم آنم چو موج غم، به من هرس مزند ساحلت، مرا چو پس مزند چو قایقی شکست باده بانم. از خود جدا بشکنم، بس بی صدا خدا کند از خود به خدایم، خدا کند این بی همگان به سر کند، اندوه زمان در این خزان گم گشته کجا. کجا روم که دل شکستم، پرنده ای
به دور از آشیانم.